فیلم سینمایی گربه را دم حجله میکشن که تو سال 1348 ساخته شده، درباره مرد جوونیه که به دختری علاقه مند میشه. شرط پدر دختر برای ازدواج شوهر کردن خواهر بزرگتر دختره. جوون دنبال مرد قدرتمندی میگرده که بتونه خواهر خودخواه دختر رو بگیره. سرانجام چنین مردی رو پیدا میکنه و با دختر ازدواج میکنه. بخشهایی از فیلم گربه رو دم حجله میکشن رو با هم تماشا میکنیم. چی شد؟ الان حاضر میشه قربان. آشپز داره درست میکنه. بله. همه شهر منتظرن که کاکو بیاد تا نامردی های جماعتی رو پاسخ بده. کاکو بر میگرده اما اون دیگه آدم قدیمی نیست. کاکو تبدیل به انسان آرومی شده و بعد از آزادی از زندان میخواد تو آرامش زندگی کنه. اما اتفاقایی میفته که ظرفیت آرامش کاکو به سر میاد. فیلم کاکو با بازی ناصر ملک مطیعی و منوچهر وثوق محصول سال 1350. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم.
فیلم سینمایی میلیونرهای گرسنه که تو سال 1346 ساخته شده از این قراره که راننده تاکسی برای به دست آوردن پول نجات یکی از دوستان بیمارش به مهمونی باشکوهی که تصادفاً کارت دعوتش رو پیدا کرده میره. در اونجا با دختر متمولی آشنا میشه و این دو نفر عاشق همدیگه میشن. چند وقت بعد متوجه میشه که دختر هم به طور اتفاقی به اونجا اومده بوده و دختر پولداری نیست. بخشایی از فیلم میلیونرهای گرسنه رو با هم تماشا میکنیم. پس چرا آب لب لوچر را افتاده ندید بده؟ تو نبیری آدم یه چی میشه؟ بچه چشتو دخلش کن. نفرده پس خودت نصبان علی افتادی تو دیک؟ من عیبی نداره، شنا میکنم میام بیرون. این آدم بذار بینم خیت نکن بسن باشه مثل اون خانم برده مثل اون خانم برده خب چکا کنیم اینو بینم این چیه؟ لقمه عیونیه دیگه عیونو لقمه شون به این کوچیکه این هوا شیکم داره از جاده خارج نشه بسن رفلا دندونم این که به زمون کوچیکه ما هم نرسیم مربونه همون دیزی خودمون با اون دنبالی چه آخ آره فیلم سینمایی امشب اشکی می‌ریزد که تو سال 1357 ساخته شده از این قراره که بهمن برای تأمین هزینه‌های دختر محبوبش رؤیا که معتاد گاف صندوقی رو سرقت می‌کنه و به زندان می‌افته. رؤیا در این حین در تصادفی کشته میشه. بهمن با دختر پرستاری ازدواج می‌کنه و نام دخترش رو رؤیا می‌ذاره. بخشایی از فیلم امشب اشکی می‌ریزد رو با هم تماشا می‌کنیم. محمود بچه میخواد اما همسرش برای حفظ زیبایی به خواسته شوهرش تن نمیده. محمود بر اثر اتفاقی عقیم میشه و برای معالجه به اروپا میره و بعد از برگشت متوجه میشه که همسرش رو به گروگان گرفتن. بخشایی از فیلم نقص فنی رو با هم تماشا میکنیم.
بنده. تا آخر چشمه رو تماشا کن. آقا حساب میز ما رو برده بیار. کجا میخوای بری؟ مگه نمیخوای حالت خوب بشی؟ نه خودت بشین خوب بشی. من که ایبی ندارم الحمدلله. آره تو بمیری، اسکلوفتی شیشه اینه که پیداست. اینجا به درد تو این زیوار درفته های بیار بیکار میخوره. آدم اگه زنش دوست داشته باشه هیچ وقت تن اینجا نمیاد. خیلی خوب بابا، برو چشمم کور، خودم میز حساب میکنم. نمیخواد حساب بکنی، تو فقط حساب سر و سینه و ساق و سنبارا داشته باش. بیا ببینم. Yeah.